سرخط خبرها، خرد شدن ستون فقرات اسرائیل. آمریکا یک هواپیمای ویژه جنگ هسته‌ای در اروپا مستقر کرد. خبر بعد برای روسیه، راه‌اندازی کارخانه تانک‌سازی در اوکراین. و مرگ مشکوک مخترع واکسن اسپوتنیک روسیه. با سلام و درود، خوش آمدید به اخبار این ساعت از کانال بامداد ایران. خرد شدن ستون فقرات اسرائیل. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه اینترنتی شبکه المیادین در گزارشی تحلیلی، افزایش اعتراضات و گسترش تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و طرح اصلاحات قضاییش را عامل دودستگی و ناکارآمدی در ارتش رژیم صهیونیستی دانسته و تصریح کرده، مقامات ارتش از ابعاد این بحران عمیق شدیداً نگران هستند. طبق تحلیل‌های ابری، حالا مقامات ارتش صهیونیستی علاوه بر نگرانی‌ها از احتمال مواجهه با نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان و یا سفارایی در مقابل ایران، نگران نظامیان و خلبانانی هستند که داوطلبانه خدمت را رها کرده و به اعتراضات پیوستند. نگرانی‌ها در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است، زیرا نیروهای امنیتی بیشتری به اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو اضافه شدند. حالا هشدارها در خصوص پیامدهای این موضوع بر عملکرد ارتش رژیم اشغالگر و توانایی آن برای رویارویی با چالش‌هایش افزایش یافته است. آمریکا یک هواپیمای ویژه جنگ هسته‌ای در اروپا مستقر کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از نشریه فوکوس آلمان، یک هواپیما از ناوگان روز قیامت آمریکا وارد اروپا شد. این هواپیما همچنین باید بتواند به عنوان مرکز فرماندهی در طول جنگ هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این هواپیمایی است که حتی قرار است از یک جنگ هسته‌ای جان سالم به در ببرد. فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا در توییتر اعلام کرد هواپیمای آمریکایی E-6B مرکوری روز سه‌شنبه در ایسلند فرود آمد. بر این اساس گفته می‌شود که خدمه مرکوری با کارین باتمن، سفیر آمریکا در ایسلند و دیگر رهبران نظامی و دیپلماتیک نیز دیدار کرده است. این هواپیما با نام مستعار معنیدار هواپیمای روز قیامت از زمان جنگ سرد در طراحی مشابهی وجود داشته است. E-6B مرکوری بر اساس بوئینگ 707 ساخته شده. طول بال آن حدود 45 متر است و حد اکثر سرعت آن به 981 کیلومتر در ساعت می‌رسد. چنین هواپیمایی باید حداقل 140 میلیون دلار هزینه داشته باشد و نیروی دریایی ایالات متحده در مجموع صاحب 16 هواپیمای نظامی است. خبر بعد برای روسیه، راه اندازی کارخانه تانک‌سازی در اوکراین. آرمین پاپرگر، رئیس کنسرن دفاعی آلمانی راین متال، از مذاکرات امیدبخش با اوکراین برای ایجاد کارخانه تانک‌سازی در این کشور خبر داد و هزینه تقریبی آن را 200 میلیون یورو عنوان کرد. به گزارش اسپوتنیک، پاپرگر در مصاحبه‌ای با روزنامه راینیش پست گفت با حدود 200 میلیون یورو میتوان کارخانه راین متال را در اوکراین احداث کرد. به گفته رئیس راین متال، چنین کارخانه‌ای می‌تواند سالانه تا 400 تانک پنتر تولید کند. پاپرگر مذاکرات با کیف را امیدبخش خواند و ابراز امیدواری کرد که در دو ماه آینده راه حلی به دست آید. و مرگ مشکوک مخترع واکسن اسپوتنیک روسیه. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس روسیه جنازه آندری پوتیکوف، مخترع واکسن کرونای اسپوتنیک وی، را در آپارتمان خود واقع در مسکو پیاده کرده است. شبکه آمریکایی الحره گزارش داد که مقامات روسیه هفته گذشته پنجشنبه بعد از پیدا شدن جسد مخترع اسپوتنیک گفتند که مرگ مخترع واکسن کرونا یک قتل جنایی است، ولی رسانه‌های محلی فاش کردند که مخترع ویروس کرونا بعد از مشاجره با شخصی که سعی داشت وارد آپارتمان او شود کشته شد. مجله نیوزویک نیز در این زمینه گزارش داد که جنازه او در 2 مارس در خانه اش واقع در خیابان روگووا واقع در مسکو شناسایی شد که خفه شده بود. بوتیکوف یکی از 18 دانشمند توسعه دهنده واکسن اسپوتنیک روسیه بود که در طول اپیدمی کرونا واکسن کرونا را به شهروندان روسی ارائه کرد.